در جواب ویدیو قبلی من که خیلی هاتون از من پرسیدین که چرا از مزایا و مثلا بگیم که آقا یه نفر زخمی شده توی نیروهای مسلح آمریکا، چیزی نگفتم و چرا خودم نگفتم که چرا از نیوی اومدم بیرون یا همون نیروی دریایی اومدم بیرون، این ویدیو مختصر این مزایا و چیزهای دیگه هستش. با من باشین. دوستای کلی یوتیوب من، چه خبره؟ آقا توی بخش کامنت ها حتما یادت نره که باز این سوالا رو از من بپرسین. اینستاگرام های منو حتما فالو بکنین، خود چنل منم حتما فالو بکنین. اگه تازه هستین به چنل من، زنگوله بغلش هم بزنین که من هر دفعه ویدیو آپلود کردم شما خبردار بشین. حالا من به خاطر سوالایی که توی بخش کامنت ها کردین، میخوام این بنفیت ها یا مزایای اینی که مثلا شما به ارتش برین یا یکی از یگان های نیروهای مسلح آمریکا بیان، میخوام راجع به اونها حرف بزنم که این ویدیو کلا یه نفر خواست مزایاشو بدونه توی همین ویدیو باشه. شاید مثلا یکی دو جاش تکراری باشه، چون چند تاشو توی ویدیو قبلیم گفته بودم، بعد حالا میخوام دیگه اینا رو همش یه جا امپیتری بکنم که شما دسترسی آسون به همش داشته باشین و خواستین اگه ویدیو رو واسه یه نفر دیگه بفرستین، اونا هم دیگه همه مطالب رو توی یه جا بتونن پیدا بکنن. یکی از بهترین و اولین مزایایی که من میخوام به شما بگم، این بیمه درمانی و دندون پزشکی هستش که به شما تعلق میگیره. این بیمه یکی از بهترین بیمه‌هایی هستش که توی آمریکا یک نفر میتونه داشته باشه و 99% کارهاتون که مثلا به دکتر و عمل و بیمارستان و دندون پزشکی نمیفته، همش تو اینا کاور هستش. بعد خارج از این، شما بیمه عمر خیلی ارزونتر میتونین به خاطر شغلتون از جاهای دیگه یا از خود نیوی که با شرکت‌های دیگه شاید قرار داد داشته باشن به دست بیاریم و نسبت به جاهای دیگه پول کمتری روی بیمه عمرتون بدین. یکی دیگه از بهترین چیزهایی که میشه بهش معرفی بکنم اینه که شما وقتی که درآمد دارین، به عنوان مثال 2000 دلار دارین ماهی در میارین، روی اون هیچ مالیاتی نمیدین، برعکس کارهای دیگه که باز به عنوان مثال مثلا شما ساعتی 20 دلار در میارین ولی آخر سال بازم مثلا شاید میگم 1 دلار تا 3 دلار حالا بماند هر چی، با شما باید اونو از روی اون به دولت باز مالیات پرداخت بکنید، مالیات روی درآمدتون که نیوی یا جاهای دیگه اینجور چیزا رو نداره. یکی از بهترین مزایایی که از نیروهای مسلح میشه یه طرف داشته باشه، این بهش میگن GI Bill، یعنی اینکه شما هر دانشگاهی برین یا هر کالجی که برین، هر رشته بخونین، این نیوی پولشو میده. حالا بگیم که اصلا شما درستون رو خونین قبل از اینکه وارد چیز بشین نیوی، ولی این بنفیتو شما میتونین به یه نفر دیگه انتقال بدین. شما میتونین به همسرتون انتقال بدین یا به بچه‌هاتون. زمانی هم نداره که این تاریخ انقضا داشته باشه. به هر کسی خواستین توی خانواده‌تون میتونین بدین که اونا ازش از اون چیز استفاده بکنن و تحصیلشون رایگان در بیاد واسهشون. یکی دیگه از بهترین چیزایی که من توی ویدیو قبلی هم یادم رفته به شما بگم اینه که شما اگه مثلا بخواید برین خونه‌ای بخرین، ماشینی بخرین، موتوری بخرین، به خاطر اینکه شما شغلتون توی دولت هستش، نظامی هستین، شما لازم نیستش که اصلا پول پیش بدین. یعنی شما مثلا ماشینه رو میخواین میرین توی نمایندگی، نمیدونم، نیسان، مرسدس، هر چی، میرین اونجا میگن این ماشین اینه، اصولا اینجا میگن که نسبت به همون اعتبار خوش حساب اینا، شما باید انقدر دان پیمنت بذارین، همون پیش پرداخت بذارین که توی نیوی باشین یا یگانهای دیگه اینو شما ندارین. بعد اینو بگیم که اصلا شما از همین شغلتون رو کردین، قراردادتون رو کردین، این یه چیز دیگه هم باید بهتون حتما باید میگفتم توی ویدیو قبلی، شما وقتی که میخواییم برین توی نیوی باشین یا آرمی باشین، اینا قرارداد با تون میبندن. نیوی 4 ساله داره با 7 ساله داره، حالا یه جاهای دیگه شاید مثلا ارتش، همون آرمی، نیرو هوایی یا تفنگدارا قراردادشون با یکی دیگه فرق داشته باشه، ولی نیوی 4 سال بود با 7 سال بود. اگه شما مثلا بگیم بعد 4 سال خواستیم بیایم بیرون، بعد اینکه خدمتتون رو کردین، راحت میتونیم بیایم بیرون. و اینو بهتون بگم که چون اونجا خدمت کردین، حالا شغلتون هرچی باشه، برین یه جای دیگه دنبال شغل باشین، توی همون درخواست کاری که مثلا میدین به شرکت، به عنوان مثال گوگل، اونجا ازتون میپرسن که آیا شما قبلا توی مثلا آرمد فورس سرویس خدمت کردین یا نکردین، اگه بگین آره،
شانس شما واسه گرفتن اون کار خیلی بیشتر از یه آقای دیگه هستش که توی اینجور چیزا خدمت نکرده باشه. این خیلی بنفیت عالی هستش به نظر من، کاملا اصلا میارزه. بعد شما میتونید بعد از اینکه 20 سال خدمت کردن توی این یگانها اعلام بازنشستگی بکنید و راحت هم قشنگ بازنشسته میشین. حالا پولشو بهتون میگم که حقوقاشون هم، یعنی بهتون میگم که چقدر اینا درآمدم دارن. و اینم بهتون بگم که نیوی بنفیت های زیادی هم داره واسه بازنشستگی که شما میتونین مثلا از همون اول که عضو بشین بهشون بگین که مثلا فلان درصد حقوق منو ببرم مثلا با تا بازنشستگی توی حساب مثلا بعضی از کارا توی آمریکا بهش میگن 401k 401k. یه حسابی هستش که تا بازنشستگی میتونی مثلا به شرکت‌های خصوصی یا بانک‌ها بگی که اینو از حقوق مثلا 10 درصدشو بردارم واسه نیت دارم موقعی که پیر شدی بهت بدم. مثلا یهو مثلا می‌بینی یه پول کلان میاد که نوی هم یه شرکت دیگه داره که این کارا رو هم واسه شما میتونه انجام بده. راجع به مسافرت هم به شما گفته بودم، ولی نیوی مخصوصا نیوی از قدیم هم توی آمریکا میگفتن، الان هم میگن، میگن که اگه میخوای دنیا رو بگردی برو عضو نیوی شو. چرا؟ نیوی توی بندرهای مختلف دنیا، توی کشورهای مختلف دنیا پایگاه نظامی داره، از هاوایی بگیرین، کره جنوبی بگیرین، ژاپن بگیرین و خیلی جای دیگه. شما اگه مثلا بیان روی همین ناوبراشون خدمت بکنین میتونین خیلی جاهای دنیا رو بگردین. و خارج از اونم بهتون گفته بودن شما توی یک سال اگه مرخصیاتون استفاده نکنین 30 روز مرخصی دارین که میتونین برین 30 روزه رو حال بکنین واسه خودتون. بعد ببینین که آقا مثلا میخواین برین، قبلا هم گفتم برین ایتالیا، به نیوی مثلا میپرسین میگین آقا چیزی دارین که پروازی دارین که مثلا بره ایتالیا. حالا شما به جای اینکه مثلا پول $1000 پول بلیط هواپیما رو بدین، میپرین توی هواپیماهای اونایی که کالاها رو میبرن اینور اونور پایگاه نظامی، میپره توش، میری توی ایتالیا پیاده میشی، به همین راحتی پول هواپیما رو نمیدی، میمونی توی جیب خودت. بعد بگیم که آقا اصلا شما خونه اینا نخواستین بخرین، خواستین مثلا کرایه بکنین. اول اینکه تا 25 سال شما باید سعی میکنن که شما رو توی پایگاه نظامی نگه دارن، یعنی خونه هاتون که اونجا هستش مجانی هست، شما هیچ کرایه‌ای نمیدین. همینطور واسه غذاهاتون هم هست، شما تا اون زمانی که بخواین اونا دارن غذا رو میپزن، کلا هر چی که بخواین اونجا میتونین بریم بخورین و ادای غذاتون رو پولم بهش ندین. ولی مثلا بعد 25 سال که شدین یا اصلا خانواده داشتین، این امکانو دارین که شما از پایگاه نظامی بیاین بیرون. مثلا بگم که شما میخواین، قبلا هم گفتم سان دیگو زندگی بکنین، ولی مثلا بگیم که خب شرخونه ها چنده، اونا میان مصاحبه چیز حساب کتابشون رو میکنن، میبینن که میانگین کرای خونه مثلا یه اتاق خوابه $2000 هستش. این $2000 رو روی حقوق شما اضافه میکنن. حالا شما بری خونه $3000 پیدا بکنی، بقیه شو باید از جیب خودت بدی. اگه خونه ارزون تر از دوتا پیدا بکنی میای بقیه شم میذاری توی جیب خودت، اونا کاری بون ندارن، فقط میانگین رو به شما میدن، میگن آقا برو هر جور خواستی بگیر. واجبم نیستش که شما قرار داده رو واسه نیوی بفرستین، اینجور چیزایی نیستش. بعد چیزای دیگه که میخواستم بهتون بگم اینه که مثلا این شما اگه توی کشتی هستین، توی خدمت هستین، بگیم آقا اصلا خودتون رو زخمی کردین، قرار نیستش که حتما گلوله خورده باشین، اینجور چیزایی مثلا شاید از افسردگی گرفتین، PTSD گرفتین، نمیدونم هر چی، شما disability میگیرین، یعنی فارسیش نمیدونم مثل فلجی بودن میگیرین شما. بعد اینم قشنگ تا آخر عمرتون هی ماه به ماه اینم بدون تکس بدون مالی ها این پولم به شما میدن، که بستگی داره که چه فلجی داشته باشین، چه مصدومیتی داشته باشین، طبق اونم حقوقتون هم مثلا اضافه میره بالاتر تا آخر عمرتون. یه چیز جالبی هم که میخواستم بگم اینه که یکی از دوستای ما توی زیردریایی، اینا که پایین بودن، یکی از لوله ها میترکه میخوره به سر زانوی این بنده خدا دوست ما. بعد اونا زیر آب بودن، البته همه زیردریایی ها واسه خودشون تجهیزات کاملی دارن، نمیمیرن اون پایین اصلا، نو وی. ولی به خاطر اینکه صدمه دیدنش خیلی عجیب بود اونجا درستش میکنن، ولی احتیاج باز به جراحی داشت که مثلا طرف بتونه نرمال راه بره. ولی متاسفانه
نمیتونستن که مثلا واسه خاطر یه نفر فوری بیان نمیدونم بالای آب وسط ناکجا آباد بعد ببرنشون طرف و بیمارستان که یه مدت خیلی طولانی میکشه. طرف به خاطر اینکه اونجوری شده بعد نیوی لفتش داده که بره بالا، طرف معلولیت 100% گرفته، چون یعنی باید این کار درست میکردن ولی خب نمیشد به خاطر ماموریت زیردریایی. طرف الان معلولیت 100% گرفته، تازه زانوش هم عمل کرده، الان هم درست شده، داره حالم داره میکنه. این چیزا رو هم داره که اگه معلولیت پیدا بکنیم ازت حتما تکر میکنن. چرا خودم اومدم بیرون؟ اینم هی یادم تا نرفته بهتون بگم، من دنبال یه چیزای دیگه توی زندگی بودم، بعد دوست داشتم که بیام بیرون. حتما این نیستش که شما برین تو باید قرارداتتون رو تمدید بکنید، باشی اونجا نمیدونم بازنشسته بشی. دنیا آزادیه، من خواستم یه چیزای دیگرم تجربه بکنم، یه شخصیت من هستش، دوست ندارم من یه جا باشم. بیشترم واسه همین کامیونم دارم میرونم که هی جاهای مختلف دارم میرم. حالا از چیزمون دور نشیم، میخوام اینا بهتون بگم که راجب حقوقام از من پرسیده بودین. اولا اینکه هر ارگانی توی سایتش دقیقاً نوشته که اونایی که مثلا درجه فلان دارن حقوقش ماهیانه اینقدر هستش. حالا ارگانا با هم فرق میکنه، آرمی، ایرفورس، نیوی، ولی نیوی اگه سرباز صفر برین شما آموزشی اینا، شما ماهی 1,833.30 دلار میگیرین. بازم میگم خونتون اینا هم در نظر بگیرین، مجانیه، بیمتون مجانیه، خورد خوراکتون مجانیه و و و چیزهای دیگه. ولی بگیم که شما با فوق دیپلم میخواین برین اونجا، درجهتون میشه E3 که میشه شما حقوق 2,160.60 دلار میگیرین و بعد از اینکه آموزشتون تمام بشه فوری میرین درجهتون یه دونه میره بالاتر، میشین E4 که حقوق اونم میشه 2,393.40 دلار. بعد هی درجه که بگیرین هر چند وقت یه بار این حقوقتون هم هی میره بالاتر. حالا بعضا درجه ها رو واسه درجه خاصی 6 ماه هستش، 1 سال هستش، 2 سال هستش، دیگه اونم بحثش جدا هستش. ولی مثلا اگه بخواین شما نمیدونم خلبان بشین، به عنوان مثال خلبان هواپیمای جنگی، باید امتحان افسری بدین شما حتما و کم کم باید لیسانس هم داشته باشین که واجد شرایط بشین واسه امتحان افسری. اونایی که مثلا افسر میشن، آفیسر میشن، آفیسر 0 کیلومتر از ماهی 3,477.30 دلار شروع میکنه که بعدش که مثلا بخواد درجهش بره بالاتر 600 دلار میاد روش، بعد 600 دلار دیگه باز میاد روش، 600 دلار میاد روش، باز 700 دلار میاد روش و و و اینجوری میره بالاتر. حالا بگیم شما مثلا چند تا زبون دارین سوال میکنه، این خودش یه دونه بنفیت هستش و توی اینی که شما بخواین جای دیگه خدمت بکنین احتمالا کمکتون بکنه و خارج از اون پول اضافه هم بهتون میده. مثلا شاید شما 2,160.60 دلار میگیرین، بعد سه تا زبون میدونین، اینا بهش میگن skill pay. شاید هم هیچ وقت ازت کمک نخونم، مثلا بگن که شما عربی میدونین، فارسی میدونین، نمیدونم ایتالیایی میدونین، اینا فقط هستش که اینا میگن که آقا این اسکیل هم داره، یه حقوق مثلا شاید 150 دلار هم اضافه به شما ماهیانه اضافه بدن به خاطر هر زبانی که میدونین، یه بنفیت عالی هستش. بعد چیزای مختصرشو اینجا دیگه نوشتم، چیزای مهمترینشو، بنفیت های دیگه هم داره که مثلا شما اگه توی پایگاه زندگی بکنین، گفتم قبلا هم مثلا شما رو بفرستن ژاپن چیزی، ماشینتون رو میتونن بفرستن مجانی، کل خونتون رو میتونن بفرستن مجانی به ژاپن، موتورتون هر چی، بعد نمیدونم خواستین خودتون روی ماشینتون کار بکنین میتونین تعمیرگاه رو کرایه بکنین با کل تجهیزاتش، از فلان روز تا فلان روز قشنگ جک و همه چی دارن تعمیرگاه کنن، خودت برو قشنگ روی ماشینت کار بکن. چیزای عالی دارن توی نیوی اینا. ولی خلاصش این هستش، امیدوارم که از اینم لذت برده باشین. سابسکرایبیاتون نره که بزنین، حتما سابسکرایب رو بکنین، زنگوله بغلش هم بزنین حتما. ایده یا چیز خاصی اگه خواستین واسه ویدیوهای بعدی توی کامنت ها بزنین که راجبش تحقیق بکنم، اگه نمیدونم واسه تون حتما بسازم. دوستتون دارم، تا ویدیوی بعدی، فعلا.